با سلام و درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه پرشین اوارز. من حمیده از تورنتو یک بار دیگه با معرفی اهالی ورزش کشورمون در خدمتتون هستم. مهمان امروز ما جناب آقای دکتر محمد رضا بختیاری، ورزشکار تحصیل کرده، عضو هیئت علمی دانشگاه، مربی و مدرس ورزش‌های متنوعی مثل پاراگلایدر، شنا و تیراندازی هستند. با ما باشید تا با این ورزشکار با اخلاق و فرهیخته کشورمون بیشتر آشنا بشید. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای بختیاری، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. لطفاً برای بیننده های ما خودتون رو بیشتر معرفی کنید و بفرمایید که اهل کجا هستید. با درود به بینندگان و هموطنان عزیزم در جای جای پهنه خاکی ایران و پهنه زمین، و با درود به شما سرکار خانم کدخدایی که از اساتید ورزش کشورمون هستن و همکاران عزیز. من اجازه میخوام که با شعری از کتاب خودم شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، قبل علا خدمتی که یا کریم، عیز به زودت همه پیدا شده، چشم بصیرت به تو بینا شده، از صفتت خلق فرو مانده اند، ما عرف الله به خود خوانده اند، ای که از اندیشه ما برتری، با تو تفکر چه کند همسری، داور روزی ده یوم الحساب، یک تو بل اعماله و امل کتاب. حالا خلاصه، بنده محمد رضا بختیاری زادگاه هم پادیشهر از جلفا، اما بزرگ شده تبریز و حدودا 15 سال از تبریز منتقل شدم به ارومیه و اینجا مشغولی. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و حضورتون باعث افتخار ماست. آقای دکتر بختیاری برامون توضیح بدید که چطور شد وارد دنیای ورزش شدید؟ به تشویق خانواده و دوستان بود یا صرفاً علاقه شخصی خودتون بود؟ عرضم به حضور که ما از خانواده پرولاد بودیم، بعد الان هم هستیم، 7 برادر بودیم. وقتی خواستیم مثلا بریم شنا، اونایی که از من بزرگتر بودن شنا که میتونستن انجام بدن برای من یه مقدار آرزو شده بود. توسط ایشون به شنا راه یافتم حدوداً 8-9 سالگی. اونقدر برای من جذبه داشت که اون زمان مثلا یه نفری که در داخل استخرها یا برکه اینا نمیتونست شنا کنه، در حال غرق شدن بود، در اون عنفوان زندگی اینا رو من نجات میدادم. خب شنا رو از خانواده یاد گرفتم، بعداً به ورزش‌های دیگری روی آوردم. در نوجوانی به سوی کشتی رفتم، علی‌رغم این که پدر اجازه نمی‌خواست بده مثلا من ورزش بدم. بعد از این که تونستیم مثلا به سن جوانی برسیم، فرصت زیادتر شد برای پرداختن به ورزش. آقای بختیاری لطفاً از ورزش‌هایی که انجام میدید برامون بگید و از افتخارات ورزشیتون برای بیننده‌هامون توضیح بدید. مولانا یه بند شعر داره، میگه که ما که باشیم ای تو ما را جانتا، تا که ما باشیم با تو در میان، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدن. حالا من اینها رو به عنوان فعالیت در نظر میگیرم، نه به عنوان یه افتخار. اگه بخوایم فعالیت‌های خودم رو تقسیم کنم، به چند نوع و جنبه تقسیم میشه. یکی علمیه. بنده 8 کتاب دارم عنوان کتاب. اولین کتابم این بود چگونه معلم موفقی باشیم. بعد آموزش مدرن، تربیت برتر، تدریس آنلاین. بعد چشمه‌ها را باید شست، گزیده، اشعار من بود. جویبار حکمت. بعد فولکلور و ادبیات عامیانه، گلشن راز، شرحی در دیوان شمس تبریزی، مفاهیم دینی در شعر و اخلاقیات و قرآنی در شعر. حدوداً 40 مقاله در ژورنال‌های خارجی، علمی پژوهشی، جشنواره‌ها، سمینارها و 20-25 عنوان پایان‌نامه که استاد راهنما بودم، و همکاری علمی با برنامه‌های تلویزیونی در بحث‌های کارشناسی، حتی مستندسازی با شبکه‌های جهانی جام جم و صدا و سیما.
بعد این فعالیت های علمی بود. فعالیت های ورزشی من حدودا 11 نوع ورزش رو به صورت حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای، در حق حالا در حد مربیگری و داوری. مربی و داور شنا هستم، مربی و داور تیراندازی با کمان و درجه دو، مربی و مدرس پاراگلایدر از فدراسیون ورزش‌های هوایی و سازمان هواپیمایی. از جمله ورزش‌های آبی که انجام دادم واترپولو، عضو تیم بودم و نادی غریق غواصی در ترکیه انجام دادم. قایقرانی در امواج خروشان را ترکیه دوره دیدم. موج سواری را همچنین در ترکیه. فنون رزمی مانند کوشینکای، جودو و کمی هم کاراته کار کردم. والیبال زمان پاسور باشگاه بودم. بعد تنیس روی میز خودم باشگاه داشتم و کشتی نوجوانان و دوبارم چهره ماندگار ورزش ایران در سال 90 و 91. مسئولیت های اداری که داشتم، مسئولیت های مختلف در اداری امور اقتصادی و دارایی تبریز بود، جهاد کشاورزی و رئیس دانشگاه پیام نور در جمهوری آذربایجان باکو، رئیس فرهنگ سرای مستمع فرهنگی و هنری ارومیه و رئیس انجمن های نشریه نگاری. حدودا 4 سالم در جبهه بودم و 3 بارم مجروح شدم، الان ایسایگرم. بعد اینا نمونه هایی از فعالیت های بنده بوده. نزدیک 10-12 تا عنوان قهرمانی در داخل استان، در داخل کشور و رکورد 6 ساعت پرواز در سال 1389 جشنواره ترسه بوده. حدودا ساعت 12 ظهر شروع کردم به پرواز، حوالی مغربم از آسمان اومدم پایین و نماز رم در آسمان خوندم. حالا نمیدونم این اتفاق واقعا برای من اتفاق میخواست بیفته، چون من قبلا وضو هم گرفته بودم. آقای دکتر، دلیل این همه انجام ورزش های متفاوتتون چی بوده؟ این تنوع ورزشی هیچ منافاتی با هم نداره؟ من یادم از یه زمانی هم جودو میرفتم، هم کشتی، هم والیبال اینا کار میکردم. یه مربی کشتی داشتم، این فهمید که من جای دیگه تمرین دارم، گفت شما نمیتونید بیاید، باید یکی را بیاید، بخواد اینکه گاهی وقتا شما بدرتون میخواد مثلا حالت انعطاف به خود بگیره، شما میخواد مثلا با رزمی اینو مثلا این مقدار سخت‌تر کنید. اون زمان نمیفهمیدیم دیگه، همه را یه جا انجام میدادم، ولی به مرور زمان من فهمیدم که تمام اینها که من میخوام انجام بدم پاسخگوی نیازهای من نیست، یعنی من راضی نیستم. الان مثلا یه بار میرم سراغ کشتی، وقتی یه مقامی مثلا کسب میکنم چشمم میمونه ورزش دیگه. بعد بارها نگاه میکردم به تلویزیون، میبینم مثلا مردم موج سواری میکنن، علاقه میومده. اول اینکه توصیه من اینه، همه ما واجب است که مثلا بعضی از ورزش ها رو انجام بدیم، از جمله شنا. چون اصلا من شنا بلد نبودم، نه اصلا الان زنده بودم، یا اینکه بسیار کسم بوده، چه داخل کشور چه خارج کشور، من از توی آب اینا رو من نجات دادم. خب شنا بلد بودن باعث این میشه مثلا یه نفری از خانواده، از دوستان، آشنایان، اصلا کسی که نمیشناسی. من یادم هست در ترکیه یک بار یه نفری در استخ داشت مثلا غرق میشد، هیچ کسی به سراغش نرفت. خب من نجاتش دادم، بعد فرداش بهش گفتم که با من شما رو نجات دادم، از من تشکرم نکردی. خب اون لذتی که شما از نجات دادن من پیدا کردی، این برات کافیه. من دیدم خیلی لذت بخش بود برات. بعد در یکی از رودخانه های خروشان ترکیه بود، یه نفر ایرانی داشت غرق میشد، همه گفتن رفت، اما اونجا نجات دادم، یا جاهای دیگه. خب من فکر کنم تنوع طلبی من در ورزش ها باعث شده، اگه مثلا یه ورزش را ادامه میدادم شاید مقام قهرمانی جهانم میگرفتم، اما این برای من کفایت کننده نبود. دوست داشتم، الانم دوست دارم که یه روز فضا برم، امکاناتشو ندارم. خب مانند مثلا یه نفر که فضانورد باشه بونجام برم، اون خاطر روحیه حالا جستجوگری بگیم، کنجکاوی بگیم، تنوع طلبی در ورزش رو بگیم، دلم میخواد بسیاری از این ورزش ها رو یاد بگیرم، از اون جهت بوده. مصدم باشید آقای دکتر، خیلی هم عالی. آقای دکتر، ورزش پاراگلایدر توی کشورمون یک مختصر ناشناخته تر از بقیه ورزش هاست، برای همین ما بیشتر فوکس میکنیم روی این ورزش.
میخواستم بدونم ورزش پاراگلایدر توی کشورمون فدراسیون یا انجمن جداگانه‌ای داره یا زیر نظر بخش دیگه ای فعالیت میکنه؟ عرضم مزرو که اول من اجازه بدید از مربیانی که ما را پروردن از اونا من تشکر کنم، از جمله استاد سراجان، استاد نظری نسب و بقیه دوستانی که نه تنها بنده بقیه دوستان را پروردن، آقای محمد رازقی و بقیه از دوستان را به عنوان نخبه به جامعه حالا جهانی معرفی کردن که از اونها من یاد خواهم کرد. ای کاش ما آرزو میکردیم که انجمن ورزش‌های هوایی ما فدراسیون میشد، صاحب بودجه میشد. ما بسیاری از پتانسیل‌ها و نیروهایی داریم که استعداد دارن اما امکانات این را ندانیم ورزش را ادامه بدن. میدونی که این ورزش پرخرجیه. حداقل یه نفری که میخواد در این عرصه قدم بردارد و به صورت حرفه‌ای کار کند در این دوره 200 میلیون تومان باید هزینه کنه برای خودش. خب اینم نیاز به پشتیبانی داره و با توجه به اینکه انجمن ورزش‌های هوایی ما خودش فدراسیون نیست، نمیتونه از اینا مثلا حمایت کنه، ساپورت کنه. جا داره مسئولین حالا ورزشی ما اگه امکانش باشه تبدیل کنن به فدراسیون ورزش‌های هوایی کشور و یه مقدار حمایت بشه، اسپانسرهایی پیدا بشه و جوانانی که در این عرصه حالا به عنوان نخبه مطرح میشون از اونها حمایت بشه، تیم ملی مطرح بشه. چون ما تیم ملی هم نداریم، هر کسی میخواد ما مسابقه بره بعد با هزینه خودش مثلا میره مسابقات و میدونی که هزینه هم گرانتره و اونایی که ممکن مستعد رفتن مسابقات باشن از نظر مالی توان مالیشو ندارن، اجازه نمیده. و از قهرمانانی که کشور ما رو به عرصه های بالاتر بردن، از جمله اجازه بدین من از اینا یاد کنم که بیشتر مانند آقای هادی حیدری از اجوبه های پاراگلایدر کشور ما هست در رشته مسافت، آکروباسی، هدف زمین. ایشون در 1400 در مسابقات جهانی تیم ایران سوم شد به همراه جناب آقای استاد سهیل باریکانی، کاظم گلی‌پور، بعد محسن منصوری و در مسابقات 2018 اکسارای بالاتر مقام جهانی توسط جناب آقای استاد هادی حیدری کسب شد و در قیصریه ترکیه هادی حیدری بود با همراه همتیمی های خودش. تیم ایران در 2013 اول شد سطح یک مقدماتی و این شخصیت جناب استاد هادی حیدری 7 بار نفر اول ایران بودن در مسافت، چندین بارم حالا نفر دوم در هدف زمین. من خواستم یادی از این عزیزان انجام بشه و انشاءالله با کمک حالا مسئولین ورزش کشور ما سر سامان بگیره و بتونیم شاهد پیشرفت‌های بیشتری در عرصه پاراگلایدر باشیم. اگر ما عنفانی داریم در عرصه جهانی توسط چند نفر از افتخار آفرینان این مملکت ما هست، حدوداً 10 نفر 15 نفره و چون بقیه نمیتونن دیگه شرکت کنن اینها برای ما مقام آوردن. بله، حالا میشه برامون توضیح بدید که افرادی که برای تیم ملی انتخاب میشن بر چه اساسی انتخاب میشن؟ هنوز که انتخاب نشدن، گاهی وقتا مثلا مطرح میکنن برای تیم ملی دعوت شدن. خب اونا که حالا من از دوستان میپرسم، حالا نظر شخصی من اینه ها، شاید مثلا یه تعداد از این دوستان با من هم عقیده باشن یا نباشن، منظور من اینه که اگه میخواد کسی به تیم ملی حالا مطرح بشه، اولا باید چند نفر رو به عنوان تیم ملی دعوت کنن اونجا برای خودشون دوره ها رو آداپته بشن، دوره ها رو برن، تمرینات خودشون انجام بدن، در میان اونها دوباره بعد مسابقاتی برگزار بشه بعد بر اساس استعدادها مقامهایی که آوردند انتخاب بشن، یعنی بدون مقام اینا نشه. آقای بختیاری، تیم ملی پاراگلایدر توی مسابقات بین المللی دستاوردی هم داشته؟ چرا؟ اینا اگه مقامی من الان توضیح دادم کسب کردند به خاطر این است که اینها توسط چند نفر دوستان عزیز ما، جناب آقای هادی حیدری، سهیل باریکانی، محسن منصوری، کاظم گلی‌پور و از خانم افتخاری و بعد خانم شریفی، خانم اسدالله،
اینا افتخاراتی که در سطح ایران، جهان، آسیا کسب کردن. آقای دکتر، به نظر میرسه که شما در زمینه آموزش پاراگلایدر در همه رده‌های سنی فعالیت دارید. اگر ممکنه در این مورد برامون توضیح بدید. من میخوام نظرات شخصی خودم رو بگم. بعضی از من کلیپ ها رو میبینم، مثلا یه پسر بچه در 12 سالی آموزش میبینه، بعد پروازم میکنه. بعد از نظر مقرراتی میگن که کسانی که کمتر از 18 سال باشه ممکنه آموزش ببینه، اما بهش مثلا گواهی نامه اینا نمیدن. من خودم بر این عقیدم که گاهی وقتا پتانسیل بدن، استعداد و برداشت مربی از استعدادیابی بیانگر مشخص کننده سن یک داوطلب یا کارآموزه. ممکنه یه نفر 13 سالگی و عرصه بعد این ورزش بشه یکی 15 سالگی، اما با توجه به اینکه این ورزش علمی است، یعنی نفری که میخواد علمی بار بیاد باید مکانیک، ایرودینامیک، هواشناسی این چیزها رو بدونه. تنها سرخوردن این چیزها نیست. اگه میخواد علمی وارد بشه حداقل باید 15 سال باشه که وارد بشه. خواندن نوشتن بعضی از مفاهیم را که بهش میگی اینها براش قابل لمس باشه، درک باشه، و صرفاً با پرواز و تیکاف و بعد لند کردن نیست. یه مقدار علمی بار بیاد. از 15 سالگی میتونه ادامه بده. بعضی از دوستان ما الان خلبان هستن، در سن 72 سالگی هم پروازم میکنن. آقای دکتر، ورود به رشته ورزشی پاراگلایدر استعداد یا فیزیک خاصی رو میطلبه و از نظر هزینه ها چطور؟ میشه در مورد هزینه هاش برای بیننده هامون توضیح بدیم؟ یه زمان من یه مطلبی به عنوان طرز نوشته بودم، پارا یعنی پول، گلایدر یعنی سرش، یعنی پول رو باید جمع کنی از روش سر بری، در حالی که معنی لغویش نیست. پاراگلایدر از دو تا کلمه واژه درست شده، یعنی سرش با سطر. اول اینی که طرف متنول باشه، یعنی امکانات مالی داشته باشه، چون هر 2 سال 3 سال باید امکانات یا تجهیزات پروازی را باید عوض کنه. اگه خواست مثلا یه مراتب بالاتر بره باید تغییر بده، تعویض کنه. بعد به اون خاطر کسانی هم هستن که استعداد دارن اما از نظر اقتصادی نمیتونن خودشون رو ساپورت کنن، به اون خاطر میان آموزش میبینن، بعد میبینن که نمیتونن وسایل و تجهیزات رو فراهم کنن، ورزش رو ترک میکنن. به اون خاطر یکی از موارد مهم برای این کار داشتن امکانات مالی و بعد خلاقیت. نظر من توانایی جسمانی باید داشته باشه، نه اینکه مثلا حتما یه هیکل مخصوصی داشته باشه، نه. دیدید مثلا افراد هستن، استخوانی هم هستن، اما میتونن برای خودشون پرواز داشته باشن، اصلا اندام آنچنان ورزشی نمیخواد، اما خلاقیت نمیخواد، میخواد، اما اعتماد به نفس میخواد، جسارت میخواد. بعد اینها از پارامترهایی هستن که یه نفری که میخواد عرصه بعد پاراگلایدر را بپیماید، به افتخاراتی نائل بشه، اینها رو برای خود باید آماده داشته باشه، اراده، اشتیاق و انجام کار برایش مهیا باشه. جناب دکتر، میدونیم که علاوه بر ورزش‌های هوایی در زمینه ورزش‌های آبی مثل شنا، غواصی و مشت سواری هم فعالیت دارید. اگر ممکنه در این زمینه برامون توضیح بدید. خب اولا اینکه من به ورزش‌های آبی از دوران کودکی خیلی علاقه داشتم. به اون خاطر بعد زندگی من یا نجات بسیاری از مثلا آدم‌ها در داخل آب بوده. بعد وقتی شما مثلا داخل آب میدید به عنوان یه غواص، یه دنیای جدیدی برای شما باز میشه. میبینید مثلا 10,000 تا ماهی جلوی شما سر میشه. وقتی ما دوره میدیدیم بعد در دریای مدیترانه بود دیگه، به ما گفتن اگه بخواید این دوره رو پاس کنید 50 دقیقه باید داخل آب باشید. خب ما در داخل آب این 50 دقیقه درست سخته، مثلا اولین بار شما هم آموزش ببینید هم 50 دقیقه باشید، برای من یه دنیای جدید بود و انواع اقسام ماهی ها، حیوانات، بعد کشتی هایی که غرق شده بودن داخل آب بودن فلان، یه هیجان خاصیه. اگه به من بگید مثلا کدوم ورزش رو دوست دارید، اصلا جدا کردن اینها برای من یه مقدار سخته.
شنا برای من نجات بخشه، برای من شادابی میاره. الان پرواز رو من نمیتونم از زندگی خودم حذف کنم. یک بار در سوارکاری من صدمه دیده بودم، حادثه دیده بودم، مدت 9 ماه از پرواز دور بودم، اما در عالم تخیل ذهنی من پرواز میکردم. هر روز فیلم ها رو در کامپیوتر اینا نگاه میکردم، خودمو در جای اون خلبان قرار میدادم، پرواز میکردم. حتی هر شب خواب پرواز میدیدم، به اون خاطر جالب توجه بود. یه مقداری هم مثلا فنون رزمی بود، میخواستم مثلا مسابقات برم، به خاطر اینکه مثلا یه حادثه‌ای برای من پیش اومد دیگه نتونستم اون ادامه بدم. والیبال یه مقطع زمانی که خدمت سربازی رفته بودم، اونجا به عنوان پاسورکار میکردم و عضو باشگاه بودم. در نوجوانی کشتی انتخاب کردم بردم، بعد اون رو حالا نیمه کار گذاشتیم اومدیم. به خاطر این تنوع برامی زیبایی و لذت خاصی داره و الان من لذت میبرم، چون 3 تا ورزش رو الان انجام میدم: شنا و پاراگلایدر و تیراندازی با کمان. جناب دکتر، به نظر شما برای رشد و پیشرفت ورزش‌های هوایی و آبی توی کشورمون ایران چه کار میشه کرد؟ مانع اصلی که باعث جلوگیری از رشد و پیشرفت بیشتر این ورزش‌ها توی کشورمون میشه به نظر شما چیه؟ پیشنهاد بنده این است که ورزش‌های هوایی ما که فدراسیون نیست تبدیل به فدراسیون بشه، چون به تبع آن یه ایجاد ردیف بودجه پیش بینی میشه، اساسنامه خاصی داره، یه سر و سامان خاصی این ورزش در ایران بعد بهش محقق میشه، تشکیل تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف ورزش‌های هوایی از جمله پاراگلایدر، هدف زنی، مسافت، آکروباسی و توسعه سایت‌های بین‌المللی. ما بسیاری از سایت‌ها رو داریم، برخی به همت خود خلبانان، مربیان و اهالی ورزش تبدیل شده، مثلا سایت بین‌المللی شدن. بعد از نظر تسطیح راه، از نظر اینکه امکانات جاده خوبن، ولی بسیاری از جاها هست که مثلا پتانسیل بین‌المللی شدن سایت وجود داره اما امکانات ندارن، راهشون درست نیست، آسفالت نیست، اونا برسن. گرفتن اسپانسرها برای حمایت از ورزشکاران و خصوصا ورزشکاران تیم ملی، بروز کردن امکانات و تجهیزات، به خاطر اینکه برخی از خلبانان ما بعد نوعا نمیتونن تجهیزات نو بگیرن، مجبورن با تجهیزات کهنه و غیر استاندارد پرواز کنن و آسیب‌های فراوانی از قبل این نداشتن تجهیزات سالم پیش میاد، اتفاق میافتد. حمایت از خلبانان با استعداد کسانی هم هستن که اصلا از نظر اقتصادی نمیتونه خودشون رو بالا بکشن، از اینا حمایت بشه و شرکت در مسابقات جهانی با حمایت مالی فدراسیون. الان پلنجی قهرمانانی که در مسابقات شرکت میکنن بعد با بودجه خودشون میرن و نمیتونن خودشون رو ساپورت کنن، با توجه به اینکه ارزم هر روز بعد بالاتر میره و یا بحران مالی گریبانگیر خلبانا یا مربیان رو گرفته، این مقدار و شرکت کردن در این مسابقات براشون سخت. آقای دکتر، میدونید که شما به جز ورزش در زمینه تدریس در دانشگاه، انتشار کتاب و نگارش شعر هم فعالیت دارید. برای ما توضیح بدید که چطور تونستید بین زندگی شخصی، تحصیلی و ورزشیتون این تعادل و هماهنگی رو برقرار کنید. یه بزرگی میگفت آنان که میگویند من وقت کم نمیارم به خاطر اینکه برنامه‌ریزی دقیقی برای خودشون ندارم. گاهی وقتا من دوستان خودم میگم که بیکارتر از من کسی نیست، چون اونقدر وقت اطلاق شده دارم، یعنی مثلا بعضی وقتا کارها انجام میدم بعد میبینم وقت اضافی هم دارم. مثلا دوست دارم یه ورزشی را که مثلا 2 ساعت انجام داده بودم 3 ساعت انجام بدم. و بنده به عنوان یک عضو علمی و نویسنده و شاعر سعی میکنم که مطابق با برنامه‌ریزی برای ساعت‌ها، چه قبلا برای ساعت‌ها برنامه‌ریزی کرده بودم، حالا سعی میکنم روی دقایق کار کنم. بعد وقتی مثلا یه کاری میخوام انجام بدم، قبل یه اصطلاح شما دارید این تایم بودن، آن تایم بودن که خیلی راحته، شما مثلا ساعت
8 قرار بود مثلا یه جایی برید شما ساعت 8 اونجا باشید، این آن تایم بودنه. ولی من اعتقاد دارم که ما این تایم باید باشیم، یعنی 10 دقیقه زودتر از همونطور که امروز قبل از شما من خدمت رسیدم. به خاطر اگه مدیریت زمانی ما داشته باشیم خیلی راحت میتونیم خیلی از کارها رو انجام بدیم و کس ساعتی هم نداشته باشیم، وقتی اضافی هم داشته باشیم. بعد مؤسس انتشارات میلاد سرخم به خاطر اینکه قبلا کتابهای خودم را به ناشرین دیگه میدادم، بعد میدیدیم که برای تزدید کتاب بعد مثلا سوء تفاهم های بیشتری به وجود میومد، نمیتونستیم کار کنیم. به خاطر انتشارات رو برای خودم گرفتم که کتابهای خودم چاپ بشه. و تعدادی از دوستانم آشنایان، اونایی که میخواستن اهل فن و کتابی نبودن، مراجعه میکنن، برای اونا ما مجوز نشر اینا میگیریم و کتابها رو اونها رو هم چاپ میکنیم. آقای دکتر، نظرتون در مورد ورزش بانوان توی کشورمون چیه؟ وضعیت و جایگاه بانوان ایران توی ورزش های آبی و هوایی چطوره؟ گاهی وقتا جواب دادن بر به برخی از سوالات آدم احساس میکنه حتما جنبه سیاسی داره، اما این چنین نیست. بر این باور باشیم که حدودا 51% جمعیت جهان حدودا خانم ها هستن، یعنی درصد خانم ها بیشتر از آقایونه. اونم دلایل خاصی داره، وارد اون نمیشم. به نظر من غیر منطقی هست که ما برای این 49% همه جور برنامه های ورزشی که آقایون باشن داشته باشیم، برای بانوان نداشته باشیم. حتی به این باورم رسیدم که اگر به صورت یکسان این بانوان در المپیک، جام جهانی، مسابقات کشوری، داخلی، خارجی شرکت بکنن و یا شرکت میکردند، اگر تعداد مدال ها و عناوینی که میخوان بگیرن از آقایون بیشتر هم نباشه کمتر نیست. یعنی این استعداد در خانم ها بیشتر از آقایونه. بیشتر کسانی که ورزش های هوایی تشریف میارن به عنوان مثلا مسافر، پسنجر، اکثر اونها خانم ها هستن. هیچ کدوم نگفته من از ارتفاع ترسم. اما به هر دوستی شما بگید فردا بیه مثلا شما رو مجانی رایگان من پرواز بدم، میگه من ترس از ارتفاع دارم. به اون خاطر من پیشنهادم اینه که ای کاش مسئولین ورزش ما این جمعیت 50 به بالا رو که خانم ها تشکیل میدن یه برنامه‌ریزی خاصی داشته باشن. اینا هم در بیشتر یا اکثر یا تمام رشته هایی که مردم میتونن و صاحب مقام باشن، صاحب آموزش باشن، اونا هم بتونن مقام بیارن. یه مقدار مسائل را سیاسی نکنیم. یعنی ورزش کردن خانم مسئله سیاسی نیست. پیامبر اسلام وقتی فرموده شما تیراندازی و شنا یاد بگیرید نگفته فقط مردان، خب مگه مردان رو گفته؟ زنان هم میتونن شنا کنن، اونا هم میتونن مدرس باشن، اونا هم میتونن مربی باشن، آموزش بدن. به اون خاطر من نظرم اینه که در عرصه های ورزشی خانم ها توانمندیشون بیشتره اگه به اونها فرصت بیشتری داده بشه. درود بر شما استاد، با امید این تصاویر سازی توی کشورم. جناب دکتر بختیاری عزیز، به عنوان کسی که سالهای سال در زمینه‌های مختلفی مثل پاراگلایدر، غواصی، شنا، موج سواری و تیراندازی به امر آموزش مشغول بودین، به نظر شما این ورزش‌ها توی کشورمون چه برای ورزشکارامون و چه برای مربیامون میتونه تنها راه امرار معاش باشه؟ معمولا در هر سنفی یه درصد کمی میتونن امراش معاش کنن، اونایی که توانمندی مالی دارن یا از اول در این رشته بودن. اما بقیه نه، ممکنه که بیان در عرصه مثلا آموزش، در عرصه تدریس، فقط به خاطر علاقه هست. این رشته ورزشی مستثنا از اونها نیست. با توجه به این که حالا من رشته های مختلف مربیگری یا داوری دیدم، گاهی وقتا میشه به عنوان داور شما وارد یه جایی میشید، با شما رو انتخاب میکنن، میرید با هزینه شخصی باید برید، با هزینه شخصی باید اسکان پیدا کنید، باید خرج کنید، یا برای مسابقه میخواید. مثلا بارها شده من خارج از کشور مسابقه تیراندازی با کمان رفتیم، با ماشین خودمون رفتیم، کاپتاژ کردیم، خرج کردیم با دوستان،
خب یه نفری به ما نگفته که شما مثلا با این امکانات برید، نه این گونه نبوده، فقط یه درصد کمی میتونن امرار معاش کنن، اونا هم مثلا به خاطر توان مالیشون یا اینکه برند بودنشون، بقیه باید اشتیاق داشته باشن، برخی هم ممکنه که هر دو را میخوان داشته باشن، میبینه وسط را ول میکنن، میبینه که بعد آموزش هم گذاشتن کنار. آقای دکتر، به نظر شما عمر مفید ورزشی توی رشته های ورزشی آبی و هوایی چه برای خانم ها چه برای آقایون چند ساله؟ این جواب رو ما تحقیقی نمیتونیم بگیم. یه نفر بیاد بگه که از 60 به بعد یه نفر مربی نشه. چرا؟ ما بسیاری از اساتید دانشگاه رو من یادم هست که داشتیم دوره دکتری، بعد مثلا استادی داشتیم که ایشون اصلا نمیتونستن به دانشگاه بیان، ما میرفتیم سراغش بیاوردیم، حتی موقع نشستن هم نمیتونست در روی صندلی بشینه. یکی از کارهای من این بود که کنار این استاد مینشستم و با دستم ایشون رو نگه میداشتم که از صندلی نیفته، اما ما بهش نیاز داشتیم، کسی مثل ایشون نبود. در عرصه های ورزشی هم این گونه هست. ما چه بسا افرادی داشته باشیم الان مدرسن، بعد از 10 سال من بعید میدونم کسی جای اینها رو بده. ما به اونها نیاز داریم. ما استادان گرانقدری مانند مثلا استاد وحید نظری نسب، استاد حمید سرازان، استاد محمد رازقی، استاد رضا عبازری، محمد خرسند، خب اینها رو ما نداریم که، یه دونه داریم. من فکر کنم اینا 20 سالم زندگی حالا زنده باشن و از خداوند آرزوی طول عمر برای اینا داریم، اینا برای ما استاده. چه بسا ما به پایینام برسیم، خب ما به پایینام برسیم اینا رفتن بالا. اون خاطر زمان و این که سن دقیقی بگیم تا این سن، این نمیشه داوری کرد، ولی خود مربی میدونه امروز جای من در این آموزش هست یا نه، یعنی خودش توانمندی پتانسیل خودش رو میفهمد. اگه مفید فایده شد باید فعالیت کنه، اگه نتونست باید از پشت صحنه بیاد، کارهای انجام میده که در توانش هست. استاد، به نظرتون فعالیت برای شما به عنوان ورزشکار لذت بیشتری داشته یا به عنوان مربی؟ من این دوتا رو آمیخته به هم میبینم. اگه یه زمانی قرار باشه که من پرواز نکنم، برای من خیلی سخته. حتی پیش بینی هم کردم که هر حادثه‌ای برای من رخ میده، چون 3 بار من حادثه دیدم در شاید دیگه، خب دوبارم در این حادثه حالت جزئی دیدم، هر کسی به جای من بود مثلا سراغ پرواز نمیرفت. حتی یادم هست که عصا رو میگذاشتم کنار، دوتا عصا رو باز تمرین میکردم تنهایی، چون میدونستم که در پیش دیگرم بخوام تمرین کنم بعد اجازه نمیدن، یا شماتت میکنن یا میگن که مگه واجبه میخوای انجام بدی. تنهایی میرفتم تمرین میکردم تا اینکه بعد از تمرینات دیگه دوباره برگشتم برسه پروازی. به اون خاطر هم میخوام در زمانهایی که پرواز میکنم هنرجویانم در کنارم باشن، در آسمان به همراه هم بریم، همانطوری که ما قبلا هنرجوی استادان دیگری مانند آیه علیرضا اثنی‌عشری از استادان بزرگ، حالا هم قهرمانان بزرگ ماست هم از استادان بزرگ ماست، ایشون دوره گذاشته بودن ما در مرند، با ایشون که پرواز میکردیم 7 نفر بودیم، 7 نفر با ایشون میشون 8 نفر، با هم در آسمون ما را کس میدادن، یه لذت خاصی میداد. مثلا میگفتیم استاد من به این ارتفاع رسیدم، گفت منم میرسم، بعد اون دیگری میگفت فلان جا میخوام برم، گفت که مثلا راهنمایی میکرد این مسیر برو. به نظر من هر دو کنار هم باشن خیلی بهتره، بنام وگرنه جدا کردن فقط آموزش اونقدر لذت و یا جذبه خاصی برای من نداره. آقای دکتر، از بین اعضای خانوادتون کسی هست که راه شما رو به عنوان ورزشکار ادامه داده باشه؟ ورزش پاراگلایدر رو نه، ولی من یه دختری دارم که حدودا 32 تا مقام داره در عرصه شطرنج و بعد ورزش های دیگری مانند تیراندازی با کمان و شنا هم فعالیت میکنه، اسکیت هم فعالیت کرده و به نوعی حریف و رقیب من است در برخی از رشته های ورزشی.
بعد قبلنم برادران من که شنا کار میکردن به صورت علمی کار نمیکردن. بعد من تا بعدن که من میخواستم ادامه طریق بدم دنبال مربیگری بشم، اونجا یه آزمونی گرفتم، گفتم باید که شما دوباره برگردید آزمونه بعد مربیگری بدید، دوباره آموزش شنا ببینید، اونو که شما اون زمان تمرین کردید علمی نبود. از نو من شنا یاد گرفتم بعد از حالا 20 سال. پایدار بشه آقای دکتر. آقای دکتر، اگر بهتون این فرصت داده میشد تا توی ورزش کشورمون یک نکته رو تغییر بدید یا اصلاح کنید، شما چه کاری انجام میدادید؟ با یک نکته که اصلاح نمیشه، اصلاح باید از نوع خودمون باشه. اول باید ما خودمون رو اصلاح کنیم. بعد نکته های خاص و ظریفی وجود داره، فقط این نیست. یکی این است که افراد کاردان روی کار باشن، هر کاری که مد نظرمون هست. به عنوان مثال یه نفری میخواد مدیر مثلا فوتبال بشه، تا به حال دست خودش توپ نگرفته، پا نزده، لباس نپوشیده، این نمیتونه مدیری برای فوتبال باشه. که در عرصه ورزش های دیگه هم این گونه هست. علمی ورزش کنیم، از مربیانی که مثلا اگه داخل کشور ما نداشته باشیم از مربیان خارجی استفاده کنیم، از هم عقب نمانیم، پشتوانه مالی داشته باشیم، اسپانسر داشته باشیم، از افراد کاردان در مدیریت ها استفاده بشه. به نظر من این گونه میشه تغییر داد. ما باید اول خودمون رو تغییر بدیم، محیطمون رو تغییر بدیم تا بتونیم دیگران رو تغییر بدیم. قبل از اینکه ما خودمون به جایی برسیم، توانمندی رو داشته باشیم، چه امیدی برای تغییر دادن دیگران وجود داره؟ به نظر من این کاری بیفایده خواهد بود. جناب دکتر، آیا شخص خاصی توی زندگی ورزشیتون بوده که خودتون رو مدیون ایشون بدونید و دوست داشته باشید که اینجا از ایشون یاد کنید؟ افراد زیادی بودن که برای تغییر دادن ذهن، فکر و جسم آدم میتونن مهم باشن. به نظر من یه نفر نباید الگو باشه. مثلا در عرصه شنا، مثلا نگاه میکردم یه نفر شناگری از آمریکا مثلا در یک مسابقه 5 تا مدال برد، برای من مایه آموزش بود چگونه فردی در تمام فنون، در تمام رشته ها بتونه مثلا 5 تا مدال بیاره. در عرصه نویسندگی نگاه میکنم به یک همکار، به یک نویسنده در طول زندگی مثلا 40 تا کتاب نوشت. در عرصه زندگی نگاه میکنم به دانشمندان، الگوهای مذهبی ما و یا ائمه اطهار، به اونا نگاه میکنم، بعد برای ما الگو هستن. در عرصه ورزشی یه تعداد آدمایی هم هستن که ممکن از دید ما آدم های منفی باشن، خب اما برای من مفید بودن در طول تاریخ. خب برخی ها مثبتن. جناب تختی برای من خیلی جالب بود. حتی یک بار من در توکیو با این نفری آشنا شدم، فهمید من ایرانیم. بعد صحبت کردیم، ایشون به من گفت که من هم دوره جناب تختی بودم، با هم کشتی هم گرفته بودیم. گفت من رئیس فدراسیون کشتی ترکیه. بعد میگفت که در عرصه کشتی ما کمتر انسانی داریم که هم قدرتمند باشه هم خلاق باشه. میگه این فرد دوتا رو با هم داشت، هم با فکر بود هم قدرت داشت. دیدم اون فرد داره تختی ما رو به عنوان یه ارگو میپذیر. خب ما بنابراین این شخصیت ها رو باید در زندگی خودمون سرمشق و لوح زندگی خودمون قرار بدیم. و از استادان خوبی که در عرصه ورزش های هوایی من دارم، جناب وحید نظری نسب، حمید سرازان، بعد هادی حیدری، علیرضا اثناعشری و بقیه زیادن، یکی دوتا نیست. هر کدوم به نوعی مربی ما بودن، به نوعی ما را آموختن و ما میخواییم جا پای اینها بذاریم، از اونها مطلب یاد بگیریم و هر چرا که از اینها یاد گرفتیم به دیگران انتقال بدیم. همین. دکتر بختیاری عزیز، ممنون که با ما همراه شدید، ممنون که دعوت ما را قبول کردید و ممنون که با خوشرویی، فن بیان و سخنوری مخصوص خودتون اجازه دادید که از تجربیاتتون بهره‌مند بشیم. امیدوارم که هر روز و هر لحظه از زندگیتون توام باشه با شادمانی، تندرستی و سرافرازی و امیدواریم روزی برسه که شاهد ترقی و رشد و پیشرفت ورزش کشورمون بیش از پیش باشیم و شاهد حضور مربیانی بیشتری مثل شما
که آموزش و تربیت ورزشکارای نسل آینده در اولویت کارشون باشه. برقرار باشید و مستدام. خیلی ممنون. اجازه بدید ما یک جمله تموم کنم، یک شعری. در بقچه قاصدک غمی پیچیده است، در خلوت دشت ماتمی پیچیده است، با اشک و می و ستار هم حل نشده است، این مشکل عشق یک کمی پیچیده است. با تشکر از شما و هموطنان عزیز و بینندگان محترم، پایدار باشید و مانم.